سردترین قاره موجود در زمین، جایی که یکی از نقاطش در سال 1983 دمای خیره کننده منفی 89 درجه سانتیگراد رو ثبت کرد. یخهای موجود تو این قاره اینقدر ضخیم و قطوره که قطر عمیق‌ترینش به حدود 4.8 کیلومتر میرسه. اما واقعیت اینه که دانشمندان معتقدن که همین قاره‌ای که به طرز وحشتناک طوری از یخهای قطور پوشیده شده، یه روزی آب و هوای معتدل و مناسبی داشته و پر از جنگل‌ها، رودخونه‌ها، گونه‌های متعددی از حیوانات و حتی یک شهر مخفی و تمدن انسانی بوده. اونا معتقدن که بیشتر یخ‌های آنتارکتیکا بین 20 تا 34 میلیون سال پیش به وجود اومده. اگه می‌خواید با آخرین کشفیات بشر در زیر یخ‌های قطور قطب جنوب که اکثر دانشمندا رو شوکه کرد آشنا بشید، با کنجکاو تیوی همراه باشید. درود به همه شما دوستان، من رامتین هستم و در این ویدیو با شما همراه خواهم بود. دانشمندا اخیراً طی تحقیقاتی که با مشاهدات ماهواره‌ای و حفاری درون یخ‌های قطب جنوب انجام دادن، به این موضوع رسیدن که مناظر، گیاه‌ها و حیوانایی که توی قطب جنوب زندگی می‌کردن، احتمالاً شبیه مناطق طبیعی آمریکای جنوبی و نیوزیلند بودن. پروفسور استوارت جیمسون، یخبندانشناس انگلستانی که سالهاست داره روی راز و رمز پنهان زیر یخهای قطب جنوب تحقیقات انجام میده، علت این موضوع رو اینطوری توضیح میده که بین 180 تا 160 میلیون سال پیش قطب جنوب بخشی از ابرقاره گندوانا بوده. ابرقاره‌ای که شامل آفریقا، آمریکای جنوبی، استرالیا، شبه قاره هند و حتی شبه قاره عربستان میشده. اما در نهایت در طی فرآیند زمینشناسی با نام تکتونیک صفحه‌ای از اونا جدا شده. محققان معتقدند که حدود 34 میلیون سال پیش، یعنی قبل از اینکه این قاره وارد انجماد عمیق خودش بشه، چشم‌اندازه باستانی وسیعی روی این قاره وجود داشته که مملو از دره‌ها و برآمدگی‌های مختلفیه. اونا در این مطالعه گفتن که یک دنیای بزرگ و مخوفی در زیر این یخ‌ها پنهان شده که اطلاعات ما در مورد اون شدیداً کمه، به طوری که زیر سطح مریخ رو بیشتر از زیر سطح آنتارکتیکا میشناسیم. در این تحقیق اومده که قبل از یخ زدن سطح قطب جنوب، احتمالاً یک شهر پنهانی در زیر این یخ‌ها وجود داشته که به خاطر وجود یخ‌های عظیم و شرایط ویژه‌ای که قطب جنوب داره، همین الانش هم دست نخورده باقی مونده. یه سری نظریه پردازا معتقدن که این شهر پنهانی میتونه همون شهر افسانه‌ای و معروف اتلانتیس که اولین بار توسط افلاطون، فیلسوف یونانی، در سال 360 قبل از میلاد بهش اشاره شد باشه. در سال 2016 ناسا عکسای ماهواره‌ای ویژه‌ای رو از مناطق خاصی از قطب جنوب گرفت که در اون آثاری از استقرار تمدن انسانی در زیر یخ رو نشون میداد. این تصاویر برای ماموریت عملیات پل یخی ناسا به قطب جنوب گرفته شده بود. در یکی از این تصاویر قسمتی از سر یک هرم نشون داده شده که از یخ‌های قطب جنوب بیرون زده، یعنی یه چیزی شبیه اهرام مصر خودمون. همینم باعث شد بعضیا اعتقاد پیدا کنن که شاید ارتباطی بین نوع طراحی اهرام مصر و شهر مفقود شده زیر قطب جنوب وجود داشته باشه، چون در دوره‌های مختلف ضخامت یخ‌های قطب جنوب تغییر کرده و ممکنه در دوره قسمت بیشتری از این شهر در معرض دیدگان انسان‌ها بوده باشه. یکی از باستانشناسا معتقده که دولت ایالات متحده در تلاشه که تا جای ممکن جلوی انتشار کشفیات دانشمندا در آنتارکتیکا رو بگیره. او معتقده که امریکا دنبال کشفیات ویژه‌ای که در زیر این یخ‌ها پنهان شده می‌گرده و میگه اخیراً کشفیات عظیمی رو تونسته در این قاره به دست بیاره و متاسفانه به همین دلیل که اطلاعات زیادی از کشفیات این قاره به دست ماها نمی‌رسه. در تصویر ماهواره‌ای دیگه‌ای که در سال 2017 منتشر شد، بقایایی از یک قلعه معروف که شبیه قلعه‌های معروف ماد و بیلی اروپای شمالی در قرن دهم بود پیدا شد. عرض اون حدود 120 متر بود و دارای دو تا دایره تو در تو بود. قلعه‌های ماد و بیلی قلعه‌ای‌اند که شدیداً مستحکم ساخته میشن و در طول تاریخ میتونن موندگار باشن. خیلی از اونا از قرن دهم تا الان توی اروپا همچنان سالم و پابرجان. اونا میگن که این قسمت بالایی یه قلعه خیلی عظیمه که باقیش زیر یخ پنهان شده و به خاطر گرمای جهانی و آب شدن قسمتی از یخهای قطب جنوب
که از یخ سر در آورده و هویدا شده. در کشف دیگه‌ای که در سال 2018 رخ داد، یک شیء عجیب و غریبی در تصاویر ماهواره‌ای پیدا شد که حدود 1400 متر طول داشت. گرچه بعضی باستانشناسا همچنان معتقدند که این یه بخشی از سازه‌های شهر باستانی پنهان شده در زیر یخ‌های آنتارکتیکا است، اما یه گروه دیگه هم بودن که با دیدن این تصاویر اعتقاد داشتن که این یک بشقاب پرنده غول پیکره که از خارج زمین وارد قطب جنوب شده. با توجه به این که در ماه اکتبر سال 2016 کاوشگرا بقایای یک پایگاه مخفی نازی‌های آلمانی رو که در اعماق قطب شمال پنهان شده بود پیدا کردن، عده‌ای معتقد بودند که این اثر پیدا شده در قطب جنوب هم متعلق به یکی از پایگاه‌های آلمان نازی بوده که در دوران اوج قدرت هیتلر توسط گروه بزرگی از آلمانی‌ها که مستقیماً از هیتلر دستور گرفته بودند ساخته شده و ربطی به تمدن باستانی موجود در قطب جنوب نداره. آقای استوارت جیمسون و سایر اعضای تیمش همچنان روی رمزگشایی از راز و رمز خوابیده و نهفته در زیر این یخ‌ها دارن کار می‌کنن، اما ایشون میگه که به خاطر ضخامت چند کیلومتری یخ‌های قطب و کمبود امکانات و تجهیزات در قطب جنوب، یخ‌زدایی از این منطقه به این زودی اتفاق نمی‌افته و اینجوری میشه گفت انسان امروز از انجام این کار تا حدی عاجزه. ایشون ادامه میده که چشم‌انداز کاری ما اینه که انتظار داریم که در آینده نه چندان دور به خاطر وجود گرمای جهانی یخ‌های قسمت‌های مهمی از قاره آنتارکتیکا عقب نشینی کنه و آب بشه و همین به کار ما کمک کنه تا بتونیم نفوذ بیشتری به داخل یخ‌ها داشته باشیم و اطلاعات بیشتری از زیر یخ‌ها به دست بیاریم. در نهایت میشه گفت که قاره آنتارکتیکا اگه نگیم مخوف‌ترین ولی یکی از پرراز و رمزترین مناطق موجود توی جهانه، جایی که ده‌ها یا حتی صدها ساله که بشر برای رمزگشایی از دنیای مخفی و پنهان موجود در زیر یخ‌های خیلی ضخیم این قاره داره تلاش میکنه، اما همچنان بیشتر یافته‌هاش در حد حدس و گمانه و به قطعیت اونچنانی نتونسته برسه. اما اینه که در میلیون‌ها سال پیش دمای این قاره معتدل بوده، پوشش گیاهی، جنگل، رودخونه و حتی حیوانات زیادی اونجا زندگی می‌کردن، یکی از اون موضوعاتیه که دانشمندا تقریباً میتونن با یه قطعیت قابل توجهی تاییدش کنن که همین موضوع میتونه احتمال وجود تمدن بشری و شهرهای باستانی در زیر یخ‌های قطب جنوب رو شدیداً تقویت کنه. حالا به نظر شما اون زیر چه خبره؟ آیا در میلیون‌ها سال پیش اونجا تمدن بشری وجود داشته و انسان اونجا زندگی می‌کرده؟ یا اینکه ما داریم خودمونو گول میزنیم و اینکه این موضوع صرفاً تراوشات مغزی یه سری از انسان‌های امروزیه؟